سایر تجهیزات هم شیشه بالاورهای برقی جلو و عقب، گرم کن شیشه عقب، قابلیت تنظیم نور چراغ های جلو که قبلا هم بوده، قابلیت ارتفاع و زاویه پشت سری های جلو و عقب، سیستم روشنایی موقت، قابلیت کنترل سیستم صوتی از روی فرمان و صفحه نمایش چند منظوره که حالا میام نشون میدیم به چه صورتی هست، و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم پیشکشنده کمربند های ایمنی. اینها تجهیزاتی هست که روی خودروهای جدید نصب شده. کدهای کلاسی که برای خودروهای جدید استفاده شده، اینها کد کلاسیش هست که به طور مثال کد کلاس 27-418-02 برای 206 ST با دو ایربگ در فاز 1، 206 ST تک ایربگ در فاز 0، 206 هاچبگ فاز 1 دو ایربگ، فاز 1 تک ایربگ، فاز 0 دو ایربگ و فاز 0 تک ایربگ، که در مقابل هر کدوم از اینها کد کلاسه اون خودرو مشخص شده. یعنی وقتی ما میگیم که 206 هاچبگ با کد 268-0502، ما متوجه میشیم که این خودرو در فاز 1 و دارای 1 ایربگ هست. اولین تفاوتی که در 206 جدید و قدیم وجود داره، صفحه نمایش چند منظور است. در خودروهای 206 قدیم صفحه‌ها یکم کشیده تر با عرض کم، اما در خودروهای جدید دارای عرض بیشتری هست و همچنین نمایش باز بودن در به صورت گرافیکی، نمایش ساعت، درجه حرارت و همچنین تاریخ رو برای ما داره. دومین تفاوت پشت آمپر هست که در این شکل اگر دقت کنید، پشت آمپر 206 های فاز 1 و 206 های قدیم تقریبا هم شکل هستند، اما در 206 فاز 0 میبینید که دقیقا از لحاظ چراغ ها شکل عقربه ها با هم دیگه متفاوت هستند. قسمت بعدی مجموعه دست راهنما هست که در 206 فاز 0 مشابه خودروی رانا هست و قابلیت کنترل رادیو پخش رو از روی دست راهنما داریم، اما در فاز 1 با همون 206 قدیم تقریبا سیستم یکی هست. قسمت دیگه مجموعه قفل و ریموت کنترل هست که فاز 1 و همچنین 206 قدیم مثل هم دیگه است، اما در فاز 0 مشابه خودروی رانا هست و آرم شیر رو میبینید که بر روی اون حک شده. همچنین در زمینه عملکردی هم 206 های جدید با قدیم تفاوت دارن که ما در اینجا تعدادش عنوان کردیم. دقت داشته باشید که اگر ایراداتی بدین حالت شما دیدید، در واقع ایراد محسوب نمیشه و جزء عملکرد سیستم عادی خودرو هست. اول اینکه در صورت جا ماندن کلید در مغزی سوئیچ در حالت بسته بودن، اگر درب راننده رو باز کنیم هشدار صوتی دیگه نمیشنویم. توی 206 های قدیم ما هشدار صوتی داشتیم. چراغ سقف با خارج کردن سوئیچ روشن نمیشه. هشدار صوتی فعال بودن ترمز دستی در صورت حرکت خودرو داده نمیشه. همچنین در زمان فعال یا غیر فعال کردن اتولوک با فشردن کلید قفل مرکزی به مدت 3 ثانیه فقط LED 3 بار روشن و خاموش میشه و دیگه اخطار صوتی نداریم. در حالت فعال شدن نور بالا چراغ‌های نور پایین روشن نمیمونن. اگر یادتون باشه در پیکر بندی حالتی وجود داشت که میتونست چراغ‌های نور پایین هم علاوه بر نور بالا روشن باقی بمونه که اونجا میتونستیم تغییرات اعمال کنیم که فقط چراغ‌های نور بالا روشن بشن در زمانی که ما فعالیت رو در حالت نور بالا قرار دادیم. و همچنین قفل در صندوق همزمان با باز شدن قفل درهای جانبی دیگه باز نمیشه. اینها مواردی هست
که در خودروی 206 جدید فاز 0 وجود داره و همچنین در خودروی فاز 1 هم تغییرات مشابهی داریم، دقیقا مثل بالا، جاموندن استارت، کلید استارت در سویچ، چراغ سقف با خارج کردن سویچ روشن نمیشه و دو مورد دیگه هم که در بالا توضیحش داده شد. پس این موارد رو شما اگر در خودروهای جدید فاز 0 یا فاز 1 دیدید به عنوان ایراد محسوب نمیشه، بلکه این در ساختار این خودروهای جدید به این صورت قرار داده شده. اما حالا ببینیم که چه تغییراتی در 206 جدید داده شده. در 206 های فاز 0 با موتور TU5 و گیربکس دستی BX دارای شبکه مولتیپلکس هست با 3 نود الکترونیکی به نام های FN, CCN و ICN. شاید بپرسید که نود به چه منظور هست یا چه کلمه هست؟ ترجمه خود کلمه نود به معنی گره محسوب میشه، چون هر کدوم از این قطعاتی که نام بردیم در مسیر شبکه مولتیپلکس هستن، تقریبا ما لفظ کلمه نود رو به این قطعات میدیم که تقریبا هر کدومشون میتونیم بگیم یک ECU هستن که این ECU ها رو با نام های نود از این به بعد ما عنوان میکنیم. شبکه‌ای که استفاده میشه بین این قطعات یا در این شبکه مولتیپلکس شبکه CAN از نوع لو اسپید هست که مربوط به کلاس B میشه، قبلا صحبت کردیم. 206 های جدید فاز 0 تقریبا مشابه همون خودروی رانا هستن. بحث خودروی رانا هم در مبحث بعدیمون، یعنی ابتدا سمند مولتیپلکس رو بعد از این بخش توضیح میدیم، بعد میایم سراغ رانا، در اونجا با قطعات رانا هم شما آشنا میشید. سیستم مولتیپلکس خودرو 206 در فاز 0 مشابه راناست، فقط نود MCN از لیست نودهای رانا حذف شده، حالا اینجا عنوان میکنیم، و همچنین شیشه بالابرها دیگه توی شبکه مولتیپلکس نیستن. اگر که بخوایم مخفف کلمات رو در نظر بگیریم، یکی داریم کلمه ICN، مخفف کلمه Instrument Cluster Node هست که میشه نود گروه نشان دهنده اگه بخوایم در نظر بگیریم، که در واقع همون پشت آمپر ما میشه. پس بنابراین دیگه در خودروهای مثل 206 های جدید، سمند مولتیپلکس و رانا، ما پشت آمپر رو به نام چی میشناسیم؟ به نام ICN میشناسیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.